بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به اسم اعظم یزدان که اسم یا علی باشد، به حق حق علی دلیل نفی لا صحت الا علی باشد، اگر گویم به حول الله را معنا علی باشد، از آن گویم که در برخواستن هر کس که ره پوید، ز پیر ناتوان و کودک نوپا علی گویم. من ار از غم پریشانم علی گویم، علی جویم، وگر از شوق خندانم علی گویم، علی جویم. به هر جایی که درمانم علی گویم، علی اگر بر لب رسد جانم علی گویم، علی جویم. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی، به هر جایی که درمانند پیامبر هم علی گویند. به دنیا هم
شرهم علی گوید به هنگام بلا زهرای اطهرهم علی گوید قسم بر عهد موعود و قسم بر آن خدا عهدی که هنگام ظهورش نیز گوید یا علی مهدی یا علی یا علی یا علی گر به هشت قمبر تو گبر را سایه بر سر اندازد جایی دارد که ابر رحمت گبر سایه بر اهل محشر اندازد. یا علی شب 21 از ماه مبارک رمضان شب شهادت مولا الموحدین نمیدونم کجای این عالم دارید گلبانگ یا علی را از زبان من میشنوید، اما امشب دلها متمایل به سمت کربلا و نجف است. اعمال شب قدر یکیشون زیارت قبر مطهر ابا عبدالله است، دراز، اما بالاتر از اون زیارت امیر المؤمنین است. ملا هاشم خراسانی در منتخب و تواریخ این گونه نقل کردند به نقل از مزار حدیثی از علی ابن موسی رضا علیه السلام. حضرتشون فرمودند هر که یک شب بیتوته کند کنار قبر ابا عبدالله معادل 70 سال عبادت پروردگار است. اما برتر از اون هر که یک شب بیتوته کند کنار قبر امیرالمؤمنین گویا 700 سال عبادت کرده. امشب ولو به یک سلام زائر بر این دو امام باش، میخوام ببرمت کوفه تو خونه امیرالمؤمنین، خانه ای که علی در بستر مرگ افتاده است، حسنین و زینبین سایر فرزندان حضرت بزرگان از اصحاب دور بستر امیرالمؤمنین جمع با یه سلام وارد بجمع. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا آخر رسول و زوج البتول و معیار رد و القبول و
و رحمت الله و برکات و طبیبی از بزرگان اطبای کوفه را حاضر کرده شش گوسفند طلبید ذبح کردند رگی را از این شش جدا کرد بین شکاف فرق امیر المؤمنین قرار داد نمیدونم تا به امروز بیماری داشته باشید که بدحال بوده از یا نه از علاجش ناامید فرزندان همه نگاهشون به لبهای طبیب اینجا امیر المؤمنین بدحال در بزدر چهره مبارکشون به زردی گراییده بیرمق همه فرزندان حضرت منقلب خاصه دخترهایی که در سنین کودکی داغ مادر را هم دیده اند همین که طبیب این رگ را بیرون آورد از شکاف فرق مولا یه نگاه انداخت دیدن آرام آرام به امیر المؤمنین عرض میکنه یا ابوالحسن دیگه وصیتاتو برا فرزندانت بگو امیر المؤمنین وصایای خودش رو به فرزندان به ویژه امام حسن فرمودن یه بار از حال رفتن چشمهای گریان امام حسن عشق از گوشه دیدگان مبارک جاری شد همی که عشق بر چهره امیر المؤمنین ریخ دیدن چشمها رو باز کرد تسلای خاطر فرزندان آن شب که ترک جان و جهان بود و راب کرد بر سر تراب از غم مرگش تراب کرد شیرازه نظام زمین و زمان گسیخت وقتی طبیب شیر خدا را جواب کرد زینب که داغ مادر خود نیز دیده بود با یاد او ز دیده روان اشک ناب کرد طفلی یتیم بهر شفای علی به عشق امن یجیب روی لب آورد و خواب کرد دست قضا ولیک سهرگاه روز بعد بر سر سرای بخت و امیدش خراب کرد از گردش زمان علی بود خون دلش بهر رضای دوست ولی صبر و تاب کرد در شهر شام تیر دلی بهر مردمان انکار روشنای آن آفتاب کرد
خود را خلیفه خان ولی کفر کیش بود، امت جدا ز اطرت و هم از کتاب کرد، آن رزل کین توز و جفا جوی بد مرام، تبلیغ سو بس که به بوتراب کرد. گفتند اهل شام که اهل نماز نیست آن کس که نفس خیش رسولش خطاب کرد. اما پس از شهادت اون رهبر غریب، محراب کوفه یک یک جان را مجاب کرد، آن بی نظیر مرد که از بحر نشر شر جان را فدای مکتب ختمی معاب کرد. بعد از عروج فاطمه از داغ مرگ او، یک عمر از خضاب علی اجتناب کرد. اما شبی که عزم سفر داشت تا بهشت، از خون سر محاسن خود را خضاب کرد. فرمود ازنم وکیل دفن و کفن و تجهیز، سوی عزیز دلم جلو تابوت رو بر ندارید، ملائکه مقرب قرار است در این تشییع حاضر باشند، اما عقب تابوت بر دوش تو و برادرت حسین. هر جا دیدی جلو تابوت رو زمین نهادند، اونجا تابوت رو بر زمین بگذارید، دستور نماز دادن. اضافه بر اون فرمود همون مکان رو حف کنید، قبر و لحدی آماده است از زمان نوح پیغمبر برای من آماده کرده این پیغمبر خدا، کفن و دفن و تجهیز و نماز تکمیل. آوردنی بدن رو برداشتند همان گونه که مولا دستور داد، دیدن جلو تابوت نزدیکی‌های نجف و الاجرف به پایین آمد. سعد بن سوهان میگه در بین این راه از جایی نگذشتیم مگر این که تمام اشیا درختان در و دیوار تسبیح و تقدیس بودن، در مقابل عظمت علی تعظیم کردن، تا یه مقدار خاک را حفظ کردن. دیدن قبر و لحد آماده، بدن را در قبر نهادن طبق فرمان مولا. یه بار یکی از سنگ‌ها رو برداشتن، دیدن بدن در قبر نیست. آری این فرمایش مولاست، هرگاه وصی پیغمبری دفن شود، حتی اگر او در مغرب باشد، پیغمبر در مشرق عالم، خدا روح و جسم اونها رو به هم ملحق میکنه. مرحله دیگه دیدن بدن در قبر است، روی قبر رو پوشاندن،
عرض دعای من همین جمله است. امام فرمود یک تابوت به سمت مدینه بفرستید، مبادا پیدا شود قبر علی. میخواستی قبر پنهان باشد؟ محدث قمی نقل میکنه شاید اگر قبر ظاهر بود، خوارج و بنی امیه قبر مولا رو میشکافتند. چقدر قریب است امیر المومنین. میخوام بگم یا امیر المومنین، اینجا قبر شما پنهان ماند، مبادا آسیبی بر بدن شما وارد شود. اما من بمیرم برا فرزندتون حسین، 1950 زخم بر بدن متحرش. اما یه وقت ندا بلند شد، دیدن 10 نفر ناپاک زاده حمله ورن. بدن متحر حسین زیر نعل مرکب ها. الا لعنت الله على القوم الظالمين.